Alright سرمایه‌گذاران کاردانا ADA خوش آمدین به یک ویدیو دیگه اگر روی ارز کاردانا سرمایه‌گذاری کردین این ویدیو رو تا آخرین دقیقه با ما ببینین در این ویدیو می‌خوام برای شما چند تا پیام مهم از چالیس کاسکنسون مدیر کاردانا رو برای شما هم برسانم به عنوان یک هولدر کاردانا به عنوان یک سرمایه‌گذار کاردانا خیلی خوب هستن که شما هم از این موضوعات با خبر باشین قبل از اینکه بریم در مورد کاردانا بیشتر صحبت کنیم خیلی خوشحال میشم که ویدیو را لایک کنین حمایت کنین و جدید هستین در کانال هنوز عضو کانال نشدین کانال هم سابسکرایب کنین تا از آپدیت های جدید کاردانا بی خبر نمانه حالا در مورد کاردانا موضوعات خیلی زیاده که ما میتونیم صحبت کنیم ولی من کشنم برای شما خلاصه کنم ویدیو را در حال حاضر کاردانا ارز داغ مارکت ارزهای دیجیتال هستم همزمان که کاردانا ارز داغ حال حاضر مارکت هستن یک سری سوی استفاده های دارن مش از ارز کاردانا و خب در قدم اول آقای چارلز کاسکنسون مدیر کاردانا خیلی یک شخص شفاف خیلی یک شخص آپدیت خیلی یک شخص فعال هستن و همین هم باعث شده که در حال حاضر کاردانا در کل جامعه ارزهای دیجیتال قوی ترین کوینی انجمنی را داره یعنی بیشتر ریتل اینوستر ها هست که مثلا ریتل اینوستر هست که روی کاردان سرمایه گذاری که یکی با 100 دلار که با 1000 دلار که با 10000 دلار نه زیاد نداریم و آقای چالش هم کوشش مونه همیشه وقت از طریق ویدیوهای یوتیوب لایف های یوتیوبش از تمام فعالیت های کاردانا ما را آپدیت نگه داره و حالا شما نیاز نیست برین ویدیوی چارلز رو در یوتیوب ببینید دلیل اینکه شما این کانال سابسکرایب کردین که میشه وقت کوشش مونین همه چیز خلاصه از ویدیوهای ما دریافت کنین و من کوشش کردم این کارم شخص برای شما انجام بدیم من ویدیو رو مکمل دیدم در حال حاضر کلاه برداری و معلومات اشتباه در مورد کاردانا در شبکات اجتماعی دیسپلیس میشه چرا کاردانا یک کوین کمیونیتی هسته هر روزه خیلی ها بیشتر از طریق دوست و دوستان و شبکات اجتماعی داره با ارز کاردانا آشنایی پیدا می‌کنه و یک ارزی است که قیمت مناسب داره و در جمع یا در لیست سیوم بازار ارزهای دیجیتال قرار داره و هر روزه هولدرهای ز... های جدید خیلی زیاد جلب مونه و خب شاید همه از موضوعات یا شبکه کاردانا با خبر نباشه حالا جدید آمدن و میگن کاردان از 12 سپتامبر ماه بعدی قرار آلانز هارد روی شبکه کاردانا بیایم و شاید ما یک سری کارهای نیاز است انجام بدیم شاید یک والتی جدید نصب کنیم شاید یک نرم افزار جدید در کامپیوتر ما نصب کنیم شاید یک باید ارزهای ما را انتقال بدیم برای اینکه بتونیم بعدا داشته باشیم این یک سری بر اساس از این معلومات یا مثلا با چنین خیلی داره کوشش منه ازی این استفاده کنه یعنی داره در به خصوص در توییتر حالا در ادامه ویدیو هم برای شما صحبت کنم که کوشش مونه مثلا طوری معلومات داره پخش میشه از طریق شبکات اجتماعی که هولدرهای کاردانا باید یک والیت جدید دانلود کنه نرم افزار جدید دانلود کنه و باید کوین هایشان را انتقال بدیه برای اینکه بعد از این که حالا زی... ز هارد فورک کاردانا بیاری شبکه کاردانه اونا بتونن کوین هایشان را داشته باشه که کاملا اشتباه هستن و واقعا یک آقای چارلز کوزن در پادکست رو یادآوری می‌کنه که های میلیون دلاری داره از طریق یا زیر نام کاردان و خاطر راندازی اسمارت کانترکش داره ربوده میشه داره حق میشه داره حق مردم داره خورده میشه دیگه پس شما هم که بعد از دیدن از این ویدیوی من اگر روی ارز کاردان سرمایه‌گذاری کردین هیچ چیزی نیاز نیست شما انجام بدین بعد اینکه آلانز هارد فورک نه ها. هر جای کاردانا رو در این دقیقه نمجا میتونین هول کنین نگهداری کنین و بعد اکوسیستم کاردانا بعد از رواندازی اندازی آلانز هارد بیشتر افزایش پیدا خواهد کرد و لازم نیست شما تا وقتی که مطمئن نیستین یک چیزی مربوط به کاردانا هست چون داره خیلی چیزهای جدید روی شبکه کاردانا میایه همزمان با همین چیزهای جدید امکان در اکثر چیزهای اشتباه هم بیاید پس کدام جای شما کدام مشخصاتی کیفی پولی نرم افزاری سخت افزاری در مورد کاردانا میخوانین میبینین میشنوین مطمئن باشین که قشنگ مربوط به کاردانا هستن و کدام شخص کلاهبردار بردار نیستن و بعد یک صحبت خلاصه در مورد ساندی سواب ساندی سواب همی صرافی صرافی متمر... غیر متمرکز کاردانا هسته که هنوز تکمیل نیستن به زودی تکمیل خواهد شد و توصیه دهندگان کاردانا هم در حال در حال ارتقا بخشیدن و تکمیل کردن ساند سواپ هستن فکر کنم این ساند سواپ کاردانا میتونه یکی از بهترین و داخترین صرافی غیر متمرکز جامعه ارزهای دیجیتال شنه چرا خب همه شما خبر دارین این کاردانا رو بهش میگن نسل سوم ارزهای دیجیتال و در حال حاضر دوستانه ترین بلاکچین در کل جامعه ارزهای دیجیتال داره منظورم در قسمت استفاده انرژی برق و کلا تراکنش سرعت کار هزینه های گسفی و غیره و غیره بالاخره کلا بلاکچین کاردانه کلا نسل جدید است با تقریبا همه امکانات و بعدش یک سری موضوعات منفی در مورد کاردانا تی چند وقت گذشته بودن در شبکات اجتماعی از سمت اشخاص بزرگ به خصوص مایک ناوگریتس مدیر اسمش چیه؟ مدیری گالکسی دیجیتال میگه ما بی با بیش از 20 نفر در حال حاضر صحبت کردم و بیش از با بیش از 20 نفر یعنی زرنگترین آدمایی که ما در صنعت خودم میشناسم و هیچ کدام از اونا نمیگه که کاردانا کدام کشیشی همراه توسعه دهندگانش داره هیچ کشیشی همراه توسعه دهندگانش نداره واقعا این چالیس جواب خیلی خوبی برش جواب خیلی کشنده برش داده گفته من میتونم این مشکل فرض مثال یا این بیانه رو برات حل کنم گفته من هم با بیش از سمارت ترین یعنی زرنگ ترین با بیش از 20 تا زرنگ ترین آدما صحبت کردم در قسمت یا در صنعت بانک و هیچ کدام از اونا نمی گفت که ارزهای دیجیتال کدام کدام کشیشی داره یعنی منظورشه که ما با بیش از 20 نفر اشخاص زرنگ در صنعت بانک صحبت کردیم آقای چالش کاسکسون میگه که هیچ کدام هیچ یک کدام از اونا مثلا دیگه نبود که ارزهای دیجیتال یک کشش داشته باشه یا ارزهای دیجیتال یک چیزی باشه که مورد استفاده قرار بگیره و ما هم وقت دوباره پس میتونیم برگردیم به همین 15 آگوست و همین توییت را دوباره ببینیم بعد تا برای آقای اسمش چی برای مایک گفته که امروز را مثلا نشانه که همش وقت بیا این روز را بررسی کو برای اینکه جانمانی بر... یا منظورم که چی در اتفاق میفته یا چیزی که تو گفتی یا چیزای شاهد تغییراتی که روز ما هستیم کاردانا را بعد در مورد خرید و فروش کاردانا بعد از ویدیوی دیروز که من این ویدیو رو برای شما آپلود کردم سوالات خیلی زیاد در مورد کاردانا دریافت کردیم و به خصوص در این ویدیو ببخشی که کاردانا امکان یک اصلاح چل درصدی رو داره و خیلی ها کامل نوشتن که ما بفروشیم بعدا اصلاح میخوره بیشتر بخریم قبلا ما برشم گفتم ما کانال کوشش نمی برشم اطلاع رسانی کنم من از سیگنال خرید برای کس میدیم نه سیگنال فروش پس خواهش ان وقت از من نپرسین که ما چی وقت بخریم و چی وقت بفروشیم بعد من میتونم برای شما یک معلومات بدیم که شما شاید بتونین در استراتژی خود استفاده کنین چی در وقت خرید چی در وقت فروش این بهترین استراتژی که یک سرمایه گذار میتونه انجام بده وقتی میخواینم بخرین یک بارگی نخرین تمام او پولی رو که شما برنامه داری سرمایه کنید. کنین وقتی هم که میخواین بفروشین یک بارگی نفروشین چرا چون این مارکت ارزهای دیجیتال یا آل کوین ها یک مارکت پرنوسان هستن در یک خبر خیلی یک مارکت حساس ده یک خبر کوچیک و یک خبر کوچیک میتونه در جا جهت مارکت تغییر بده جهت ارزی که تو روش سرمایه گذاری تغییر بده تو مثلا امروز کاردانا 3 دلار هست میخوای کاردانا خرید کنی اگر کاردانا شاید فرض مثال قیمتش رفت بالاتر بازم بیشتر میتونی خرید کنی یا این کمات قیمتش با این باز میتونی بیشتر خرید کنی اگر باز قیمت شما با این باز بیشتر میتونی خرید کنی منجرم تو حد ضرر تا ولی خیلی پایین چون مارکت این در کوتاه مدت در غیر هیچ کس نمیدونه هیچ کس که یه ارزی که ما روش در مگذاری کردیم یا مارکت چی خواهد شد و حتی موقعی که شما میخواین بفروشین الان روی سود خوب کاردانا هستین خب روی سود خوب هست دوست داری سیو سود کنی یعنی عالی پس ما نمیدونیم که کاردانا بازم در روشش ادامه میده یا همینجا مثلا سقفش بودن اگر تو کمر الان بفروشی کاردانا بیشتر رشد کرد باز از روش خوب کاردانا جای نمیده چون همه رو نفروخته اگر باز قیمتش آمد بیشتر پایین تو الان یک مقدار سیفی سود کردی که باز دهی کف دهی پایین باز دوباره بیشتر میتونی خرید کنی پس این مارکت رو عزیزان من هیچ کس هیچ کدوم ما نمیدانیم اگر از استراتژی پله به پله استفاده کنیم هر وقتی که خواسته باشیم بخریم میتونیم خرید کنیم حالا در کف بخری کن مسلما عالیه و بعدش وقتی خواسته خواستی بفروشی روی سود خوب هستی کوشش کنین مثلا یک بارگی نفروشین حداقل استراتژی شخصی معمی هستم من امیر شخص در سرمایه استفاده کردم و از این بعدش هم استفاده خواهد کردم امیدوار هستم که این ویدیو مفید بوده باشه برای شما آن و مورد استفاده شما قرار گرفته باشه Uh, ویدیو رو هم لایک کنین دیگه ساب, کنین ساب بزنین روی دکمه ساب کلیک کنین uh, هر سوالی دارید در کامنت برای ما بنویسین تا ویدیوی بعد خوش و موفق باشین